اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكن أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. مهرت نشسته بر دل من ایها الرؤوف، هستی تمام حاصل من ایها الرؤوف، عشق تو گشت قاتل من ایها الرؤوف، نامت علاج مشکل من ایها الرؤوف. امشب دوباره سائل تو یا ابوالحسن، میگوید از فضائل تو یا ابوالحسن، اصلا تمام شعر و غزل ها برای توست، بر روی سینم اثر رد پای توست، صدها هزار حاتم تایی گدای توست، صدها هزار حضرت یحیی فدای توست، پیغمبران عرش خدا در تحیرند بر ساحت مقام شما قبطه می خورند، پیچیده از در همه جا لطف بی حدت، بالاتر از تمامی افلاک گنبدت، قبل نمای اهل سماوات مرقدت، زیباتر از بهشت خداوند مشهدت، این سینه می تپد به تمنای یاد تو، باب المراد ما شده باب الجواد تو. مبهوت روی ماه شما ماه آفتاب، دیوانه حریم تو هم یاب نبود تو را، چون یا کریم بام بلند تو باشه تا پر میزنیم صبح و مسا صحن انقلاب
دل میبرد همیشه ز مجنون شب رود، چون کوچه باغهای بهشت خسروی نود. همه کوچه ها و اطراف حرم و حرم هم زیباست. ای پادشاه کشور دل، شاه بی بدیل، هستی تو هیدری نسب و فاطمی اصیل، دل بسته از ازل به عبای شما دخیل، آینه کاری حرمت کار جبرئیل، بر پای تو عرب و عجم بوسه می زنن، بر سنگ فرش های حرم بوسه می زنن، پیچیده است زمزمه های عجیب تو، پیچیده است زمزمه های عجیب تو، پیچیده است حرف و حدیث قریب تو، پیچیده است ناله امن یجیب تو، پیچیده است روزه یبن شبیب توست، پیچیده است روزه یبن شبیب توست. ای روزه خان روزه بخان، گریه کنی نوه بخان، کلت مزنان گریه کنیم. آقا بگو فرمود پسر شبیب، هر وقت خواستی گریه کنی برا حسین گریه کن. شام شهادت آقامون علی ابن موسی رضا است، هر کی میخواد تو حرم امام رضا گریه کنه بسم الله، به دستور امام رضا و برا اون چه امام رضا گفته گریه کنیم. آقا بگو که لشگر شایان تار و مار شد، آقا بگو سنان حرام زاده هار شد، آقا بگو کرمل تا دست به کار شد، وقتی سه شعبه به کمانی سوار شد. من مدح امام رضا ابیات عاشقانه خوندم، میخوام براتون چند خط روزه بخونم. فرمون یبن شبیب، یبن شبیب، گریه فقط در غم حسین. دلت تنگ نشده برای ده اول محرم؟ یبن شبیب، گریه کن از ماتم حسین. یبن شبیب، گریه فقط برای سر از بدن جدا، گریه فقط برای تن روی خاک ها،
یبن شبیب گریه برای حسین و بس. حالا که اینطوره منم روزه بخوانم، امروز سوق ریاحین تعطیل شد، دیگه گلی نبود تو بازار، زنها یا مهریاشون حلال کردن، گفتن ما بریم تشییع جنازه امام رضا، همه آمدن یه کوهی از گل، یه جای شهر، یه جای بزرگ، میدانی از شهر، زیر کوه از گل بدن گل فاطمه پنهان شده، بدن کفن شده، غسل داده، همه آمدن گلها رو دست به دست کنار زدن، از لابلای گلهای معطر بدن عزیز فاطمه رو بیرون آوردن، تشییع کردن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، خواهر اومد میان گودال، شاخهای گل کنار زد، نوالله شروع کرد با پنجای مبارکش، خانوم سنگ و کلوخ و نیزه و شمشیر و تیر شکستار کنار زد، یه بدن پاره پاره پیدا کرد، از روی تعجب صدا زد، آیا تو برادر منی؟ تو حرم امام رضا هر کی اومد شام شهادت حضرت سلطان، همه صدا بزنن یا حسین، قطع نشه صدات، همه 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 زن و مرد صدا بزنن، آرام نشید، فرشته ها دارن فریاد میزنن بالا سر شما، برادر جان سلیمان زمانی، چرا انگشت و انگشت در نداری حسین؟ زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، زینت روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. حالا میخوام روزه امام رضا بخونم، این دیگه جواب با خواهراست، آخه زن ها امروز اومدن هرچی شوهرانشون گفتن ما میریم، شما برای چی میای؟ گفتن آخه آقا خواهر نداره، ما میخوام بریم جای خواهرش معصومه براش گریه کنیم.
امرو وقتی از کاخ و نانجیب بیرون اومد، هی روی زمین می نشست، دست به جگر، به پهلو، به تنه، دست می گرفت روی سینش، یه دستم به دیوار، هی می گفت مادر مادر. ده ها بار روی زمین نشست، هیک بلند شد آمد، بالاخره به خونه رسید، حسب الهم درها رو بستم. ساعتی نگذشت دیدم آقا مثل مار گزیده به خودش میپیچه، حجره رو فرشش رو کنار زده روی خاک حجره. گفتم آقا فرش چرا جمع کرد؟ فرمود میخوام مثل جد غریبم حسین روی خاک جان بدم. ساعتی نگذشت دیدم یا آقازاده این امام رضا وارد خانه است، وارد خانه شده، درم بسته است. گفتم آقا در آرام بستم، شما از کجا اومدین؟ فرمود برو کنار، خدایی که منو به یه چشمم زدن از مدینه به توس بیاره، در بسته براش کاری نداره. فرمیدم آقا امام جواده، دیدم بالا سر امام رضا نشست، سر امام رضا رو پاش گذار، عشق چشم امام جواد رو صورت امام رضا میریزه. زمزمه میکردن، نمیدونستم اسرار امامت و ولایت و به امام جواد داد. آی رفقا کربلا ماجرا برعکس شد، بابا سر علی اکبرشو به زانو گرفت، دلش آرام نشد. حسین سر علی اکبرشو، گفتم زنا داد بزنم برای امام رضا، شما بتونین بلند گریه کنین، این طفلکی ها راحت گریه میکنن ها، شما راحت گریه کنین مثل مادر جوون مرده. سر علی شو به سینه چزبان، دلش آرام نشد. لشکر دارن نگاه میکنن، دیدن حسین بدن و دوباره رو زمین خوابان، خم شد، دستاشو گذاشیم ورون ور بدن، صورت به صورت علی گذاشت، هی صدا زد ولدی. این ناله خود جوشه خوبه. زینب آمد کمک حسین، یک زبان حال بگم، خیز از جا آب رویم را بخر، از عمه را از بین نامحرم. ای حسین، بسم الله الرحمن الرحیم. فیض انشاءالله آماده است، بعد دعای کمیل مراسم روزه است، عزاداری هم هست. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء
و به سلطان کلوی علا کل شای و به وجه کلباقی بعد فنا کل شای و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شای و به علم کلذی احاتب بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطان أبوك
و على مكانك و خفی مکروک و ظهر امروک و غلب قهروک و جرت قدرتوک و لا یمکن الفرار من حکومتک اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدل دلان غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسی من به خودم ظلم کردم اون دعای اللهم عرفنی نفسک تا آخرش تا عرفنی حجتک آخرش میگه فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی من اگه آقا نشناسم در دینم گم شدم گمم که بشم به خودم ظلم کردم من اگه امام زمانم و نشناسم من اگه امام زمانی نباشم به خودم ظلم کردم برا من بده پسر فاطمه تنها باشه برا من بده اعمالمو ببینه قصه بخوره حالا باز این دو ماه گریه کردم سینه زدم یه خورد آب رو داری کردم آی خدا منو مثل دهه اول محرم نگه دار دهه اول محرم خیلی ها دیگه گناه نمی کنن نستجیر و بالله خیلی ها شرب خمرگه می کنن زبانم لال دهه اول محرم که میاد دیگه دهنشون آب می کشن بعضی هم نجات پیدا می کنن اگه کسی هم میگه میگن خجالت می کش محرمه ها دور گناه رو خط می کشن ای خدا ببین حسین با دل ما چه کرده شب جمعه است شب زیارتی ابی عبدالله است امشب فاطمه نمیدونم کربلا است یا کنار زری امام رضا اما سر شب فاطمه میاد دم صبح میره کربلا اونجا ناله غریب مادر شروع میشه امشب منو پاک کن شب اول ماه ربیع منم با فاطمه برم کربلا کیا کربلا دلشون میخواد من گفتم دست بلند کنی من بهشون گفتم دست بلند کنی من به کسی گفتم دست بلند کن هر کی میخواد کربلا بره خودت دست بلند کردی
آقا من به اینا حرفی نزدم، انقدر دلشون پره گفتم تا کربلا. کی میخواه؟ گفت من میخوام. خیلی از شما کربلا هم رفتین دوباره دست بلند میکنین. درست این زربال مثل میگن از نخورده بگی بده خورده. اگه کربلا برین بد جوری پابند میشی. اما یه قولی بهت میدم، اگه هر ماه هم بری کربلا دلت برای امام رضا یه ذره میشه. وقتی رسیدن به خدا با اهل بیت شروع میشه، دوری از خدا با دوری از اهل بیت شروع میشه. وقتی میگیم دلم تو نفسی و تجرح تو به جهلی، یعنی من رو نادونیم جرأت کردم یه کاری کردم، رو نادونیم حرف امام زمانم رو گوش نکردم. و سکنت الى قدیم ذکر کلی و من نکه علی. شب جمعه است، همه کار و صاحب اختیار ما، ولی نعمت ما، ولی ما، بزرگ ما، امام ما، شب امام زمان، آقای ما کربلا هم میرن، مشهدم امشب امام زمان با مادرش فاطمه میاد. هر کی کار داره گره به دست امام رضا وا میشه، یه سفارش به امام زمان آقازاده امام رضاز بکنه، همه گره ها باز میشه. دست رو سرت بذار که نشانه بی کسید باشه، دست رو سرت بذار که نشانه بیچارگید باشه، دست رو سرت بذار نشانه استیصالت باشه. مثل زمانی که زینب کنار گودال دست رو سرش گذاشت، فریاد زد وا حسینا، شما هم صدا بزنید یا صاحب زمان. همه صدا بزنن آقاشونو، همه ی صحنه صدا بزنن. اللهم مولانا من قبیه سترت. خود خدا ستار العیوب، اما وقتی هفته ای دوبار نامه اعمال من و شما به امام زمان میرسه، روحی فدا نامه اعمال منو نگاه میکنه، ناراحت میشه، میگه خدایا از حسنات مهدی فاطمه بردار، یه خورده به خوبی های این بنده زیاد کن، اضافه کن، آب روش میره. به درخواست امام زمان و سفارش امام زمان ما آبرودار شدیم. و کم من فادح من البلاء اقلتا، و کم من اثار و غیتا، و کم من مکروه دفعتا، و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرتا. اللهم عظم بلائی وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومتالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما
اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عتوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي إلهي وربي أسأل كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغلني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني آی جان به ضعف بدنم رحم کن و رقت جلدی به نازکی پوستم رحم کن و دقت عظمی به باریکی استخوانم رحم کن یا من بد خلقی ای کسی که من آفریدیم من همه جا دعای کمیل میخونم از قول همه مون دارم میگم اما تو حرم امام رضا دعا کمیل یه چیزی دیگه است. من دست نوازش امام رضا رو رو سرم حس میکنم. من حرم میام از بی کسی در میام. جان امام رضا اینطوری نیست.
امام رؤوف امامیه که وقتی میای تو حرمش دلت باز میشه. میگه بر میگردم آقا خودش درست میگونه، گرفتاری ها برطرف میشه. شام شهادتت بمیرم برا دل جوادت آقا جا. جوادت در نوجوانی یتیم شد، یا من بنا خلقی و ذکری و تربیتی و برنی و تقدیتی ابنی لبتدای کرمک و صالف برکبی یا الهی و سیدی و ربی اتراک معذبی به نار که بعد توحیدک و بعد من تمالی قلبی من معرفتک و لهجبی لسانی من ذکرک و اعتقده دمیری من حبک و بعد صدق اعترافی و دعایی خاضعا لربوبیتک هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیت او تبعد من ادنیت او تشرد من آبیت او تسلم الى البلاء او تسلم الى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وغلا ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وغلا قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وغلا ذمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوتان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذغنا ما كذا الذن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا دو تا روزه کوتاه میخوام براتون امشب دوباره بخونم. یا کریم و یا رب، دیدن آقا داره از سمت الغمه میاد، یه دست به کمر یه دست انان زلجنا، همه روشون نشد برن جلو، انقدر حسین صورتش گرفته بود، نازدانه جلو رفت روی پای بابا نشست، گفت بابا عموم عباس چه شد، عینم یل عباس، حسین آمد با نازدانش با اهل حرم، عمود خیمه عباس و کشید خیمه رو زمین افتاد. یعنی بدونید من دیگه علمدار ندارم. بعد به زینب فرمود خواهرم برو بگو همه لباس اسارت تن کنن، عباسم را باب روی عباس باب روی قمر بنی هاشم، ما رو یه لحظه از اهل بیت دور مفرما،
اگه با اهل بیت باشی داد مستجاب میشه، اگه باشیم دعامون مستجاب میشه، بهترین دعاها رو بلدیم، بهترین عبادت رو بلدیم، خیلی آقا میشیم. شما که هستیم، من خودم میگم اگه با امام رضا باشم خیلی آقا میشم. فقط با امام رضا باشم، همه چیز دست امام رضاست، آبرو دست امام رضاست. دیدی یه موقعی آبرو در خطره، خیالیت نباشه، آبرو دست امام رضاست. دیدی یه موقعی گرفتاریایی داری یا مریض داری، دست امام رضاست. دو ماه گریه کردیم، امشب میخوان کارنامه گریه هاتون رو بهتون بدن. او خانم جان، ما میخوام گریه امشبمون به شب اول محرممون وصل بشه. اگه خیلی میبینی من ظرفیتش ندارم، گریه من به فاطمیه فقط برسان، بقیهش درست میشه. یا کریم و یا رب، و انت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه يسير بقاؤه، قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الهغير المسكين المزدكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستسرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين. این یه عبارت فریادیه، ای فریاد رس دادخواهان. يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين
افن تران که سبانک یا الهی و به حمدک تسمع فی صوت عبد مسلم سجن فی به مخالفت و داغ طعم عذابها به معصیت و حب سبین اطباق آب جرمگی و جریرت و هو ید جو الیک دجیج معمل لرحمتک و ینادی که به لسان اهل توحیدک و یتوسل الیک بربوبیتک یا مولای فکیف یبقا فی الغضاب و هو یرجو ما سلف من حلمک ام کیف تعلم النار و هو یأمل فضلک و رحمتک ام کیف یحرق لهیبها و انت تسمع صوته و ترا مکانه ام کیف یشتمل علیه زفیرها و انت تعلم ضعفه ام کیف یتغلغل بین اطباقها و انت تعلم صدقه ام کیف تزجر زبانیتها و هو ینادیک یا ربه ام کیف یرجو فضلک فی عتقی منها فتترکه فیها هیهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بالمبهدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردان وسلاما وما كان لأحد فيها مقرًا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسدبون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا رب يا رب
الهی و سیدی و مولا در کمل تموم میشه و مالک القیام بیدهی ناصیتی یا غلیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب وقتی بنده های خدا دست جمعی خداشون رو صدا میکنن یه گناهکاری هم مثل من صداش بین شما گم میشه، هرچی به شما خوبا میدن به منم میدن، سوا کردنی نیست. شام شهادت امام رضا است، دو روزم از شهادت پیغمبر گذشته، دیدن از خانه فاطمه دود با آسمان داره میره، زنها فکر کردن فاطمه تنور روشن کرده، گفت عزادار چه تنور روشن کرده، رفتن بهش هشدار بدن تذکر بدن، رفتن در خانه بگن خانم تنور روشن کردی عزاداری، رفتن دیدن تنور دومی روشن کرده، تنور دشمنی با علی روشن شده، در خانه آتش گرفته، علی رو دارن از در بیرون میبرن، فاطمه هم کمربند علی رو گرفته، میگه انقدر با غلاف شمشیر زدن دست فاطمه از کمربند علی رها شد. ای وای ای وای خانم ای وای، اسألک بحقک و قدسک، یا آمین میگی، ای خدا فرج امام زمان ما را برسان، اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتي من الليل والنهار بذكرك مغموره وبخدمتك موصوله واعمالي عندك مقبوله حتى تكون اعمالي واورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من علي مؤولي يا من إلي شكوت أحوالي يا رب. همچنان که دعا خونده میشه به این روزه ای که من خوندم فکر کن. اولا خدمت گجواری، یادت نره بی بی مونه 18 سال بیشتر نداری، پشتو دال العظیمت جوانهی و هبلی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادن و منک دنب و المخلصین و اخافک مخافة الموقنین
و اجتمع فی جوار کمال مؤمنین. اللهم و من ارادنی بسوء فارده و من کادنی فکد و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخسهم زلفتا لدک فانه لا ینال ذالک الا بفضلک و جدنی بجودک و عطف علی بمجدک و احفظنی برحمتک و جعل لسانی به ذکر که علی جاب و قلبی به حب که متیما و من علی به حسن جابتک و اقلنی عثرتی و اغفر زلتی فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه الدواء صدا بزن صدا بزن طاعته غناء ارحم من رأس مال الرجا وسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صلى على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا سلطان